در شهر دوحه قطر چمپیونات جهان اوید و جودو میان بهترین پهلوانان سیاره ادامه دارد. در روز دوم رقابت ها دو نماینده تاجیکستان شهباز سعید ابراروف و امومعلی نورعلی در رقابت های وزن زیر 66 کیلوگرم میدان داری نمودند. در دور اول ورزشگر تاجیک شهباز سعید ابراروف در مقابل رقیب خود گوران زواشویلی هنرنمایی مجلا نموده توانست که با امتیاز ایپان رقیبش را شکست بدهد و به دور دوم راه بیابد. رقیب این پهلوان تاجیک در رقابت های دور دوم چمپیونات جهان نماینده کشور رومینیا لوسیان بارس محسوب می شد. خوازمایی این ورزشگر طولانی سرعت گرفته با وقتی طلایی کشیده شد. در نهایت لوسیان بارس بر شهباز سعید ابراروف با اصول پوند غلبه به دست آورده رای خود را جانب مرحله نوبتی این مسابقه هموار کرد. پهلوان کشور ما باشد بعد از این ناکامی امکانیت ادامه مبارزه را از دست داد. امومعلی نورعلی نیست چون شهباز رقابت را بسیار هم خوب شروع کرد. رقیب امومعلی نورعلی نماینده سربیا استراهینجا بونچیچ محسوب می شد. پهلوان کشور ما با دو امتیاز وزری مقابل این حریفش پیروزی به دست آورده راهش را به دور دوم هموار کرد. در دور دوم امومعلی نورعلی با ویلان لیما از کشور برزیلیا بالای تاتامی برآمد. هرچند داوطلب در این مبارزه امومعلی نورعلی محسوب می شد، اما متاسفانه ورزشگر کشور ما در اول دو شیدو گرفت، بعدن ویلان لیما با یک وزری پیش صف گردید. در برابر این ورزشگر تاجیک باز شیدو سیوم را گرفت و همین طور نماینده برزیلیا در این قوازمایی مشکل دست بالا گردید. خلاص در روز دوم رقابت های چمپیونات جهان جودو دو پهلوان تاجیک امومعلی نورعلی و شهباز سعید ابراروف در وزن 66 کیلوگرم از دور دوم بالا برآمدن نتوانستند. همین طور در روز سوم قوازمایی ها بهروز خواجه‌زاده در رقابت های وزن 73 کیلوگرم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد.